تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام هلند همراه ما هستند. آقای اتابکی، خوش آمدید. جنبشی که امروز شکل گرفت، هم که در مقدمه گفتم، شاید یه بستر بیش از 100 ساله داره، جنبش‌های اجتماعی که در ذیل مشروطه شکل گرفتن. حالا این یک تعبیر شاید سمبولیک هم داشت که از خوزستان به آذربایجان رسیده. آیا ما میتونیم آنچه امروز میبینیم رو یک ریشه تاریخی براش در نظر داشته باشیم؟ جامعه ایران رو به عنوان جامعه جنبشی میشناسیم. نزدیک 170 سال پیش به این رو، پرنده‌ای با دو بال آزادی و توسعه و تجدد بر فراز ایران به پرواز در آمد. نهضت ملی ایران نام این پرنده بود. در دوره‌های ما آزادی داشتیم، از تجدد و توسعه اجتماعی خبری نبود. در دوره‌های از توسعه اجتماعی داشتیم، توسعه اقتصادی داشتیم، از آزادی خبری نبود. در دوره‌هایی هم ما، دوره‌های بسیار کوتاه، نشانه‌هایی از آزادی و توسعه اجتماعی، اقتصادی، تجدد رو توامان داشتیم. اما در 42 سال اخیر ما در دوران حکومت اسلامی نه تنها نشانه‌هایی از آزادی نمی‌بینیم، در مورد توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی هم در حقیقت به عقب رفتیم و توسعه‌ای که در حقیقت نثارمان شده، نصیبمان شده، توسعه‌ای است به شدت ناپایدار، ناکارآمد، نامتوازن و حاصلش جنبش‌های اجتماعی، خرد جنبش‌هایی است که امروز ما در سراسر ایران شاهدش هستیم. آقای اتابکی، این روزها بحث‌های خیلی زیادی در مورد شکل این جنبش هم داره صورت می‌گیره. شعاری که در واقع در آذربایجان شنیده شد، آذربایجان خوزستان اتحاد، چیزی که شاید کمتر می‌دیدیم، ریشه این شعار را کجا می‌بینید؟ ریشه این شعارها رو در همبستگی و تنیدگی مردم ایران باید جستجو کرد. مردم ایران سوریه‌ای نیستند، مردم ایران سودانی نیستند، عراقی نیستند. مردم ایران مردم تاریخی هستند. کشور ایران کشور تاریخیه، مثل بسیاری از کشورهای همین در همین خاورمیانه، مثل مصر، مثل تونس و از این دست. اگر نگاه بخوایم بکنیم به تاریخ در حقیقت 150 ساله اخیر ایران، جا به جا از این همبستگی ملی، تنیدگی ملی میتونیم نشانه بیاوریم. الان هم که نگاه بکنید میبینید که وقتی که خوزستان در حقیقت به اعتراض بلند میشه، صدای تبریز رو میشنویم، صدای خراسان رو میشنویم. حتی امروز دیدیم که انجمن صنفی معلمان، کانون صنفی معلمان گیلان به حمایت از خوزستانیان به پا خواسته و گفته سرکوب پاسخ اعتراض هممیهنان خوزستانی ما نیست. بنابراین در این همتنیدگی ملی ما یک همسرنوشتی رو میتونیم در جستجو کنیم. همینجا اشاره کنم که در همین گزارشایی که اینجا و اونجا درباره این اعتراض ها میبینیم، جا به جا میبینیم که اشاره میکنن به جداسری، تجزیه طلبی و از این دست. اگر از اون بخش حکومتیش که بگذاریم که این اعتراض ها رو میخواد به اختشاش بکشونه، بنابراین شعارهای انحرافی وارد میکنه، برخی از پایوران جمهوری اسلامی چه در داخل ایران و چه در خارج ایران در هیئت‌های متفاوت از جمله هیئت خبرنگاری گزارش‌هایی رو اشاره میکنن، بهش میدن که در حقیقت بسیار بسیار نادرسته و اگر هم نشانه‌های درستی از این باشه بسیار بسیار ناچیزه در قبال، در برابر این همه ملی که به پا شده و همسرنوشتی که ایرانیان بهش دست یافتند. تورج اتابکی، ممنون از اینکه با برنامه امروز همراهی کردید.